سخن هفته. لطفاً با چینل ما مشترک شوید. نگرانی اتحادیه اروپا از وضعیت رو به وخامت افغانستان. توماس نیکلاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان پس از سفر به کابل و دیدار با مقامات امارت اسلامی افغانستان در رشته توییت های وضعیت بشری در افغانستان را رو به وخامت توصیف کرده و گفته است که نگرانی عمده درباره حقوق زنان و دختران، حقوق هزاره ها و دیگر اقلیت ها و محدودیت شدید بر آزادی بیان در افغانستان وجود دارد. او ایجاد دولت فراگیر را راه به سوی مشروعیت و پایداری صلح در افغانستان دانسته است. نماینده ویژه اتحادیه اروپا به امارت اسلامی نیز گفته است که فرصت کوتاه است و باید اقدام کند. در برنامه امشب آخر خط روی این بحث میکنیم که افغانستان زیر حاکمیت امارت اسلامی به کدام سو در حرکت است؟ آیا واقعا وضعیت افغانستان رو به وخامت میرود؟ اگر بله، کشورهای غربی مخصوصا آمریکا و اروپا در آشفته بازار افغانستان به دنبال چیستند؟ من رازقیار هستم و بحث را آقای خالدی با شما آغاز میکنم. ارزیابیتان از صحبتهای توماس نیکلاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در قبال وضعیت جاری در افغانستان چیست؟ سلام محترم، سلام به مهمانان شما و سلام به بیننده های شما. تشکر. بله، من آقای نیکلاسون چند ماه پیش در بروکسل ملاقات کردم در حاشیه کنفرانس دیاسپورا. این مشکلات از این زمان وجود داشت. آقای نیکلاسون پنج موضوع را مطرح کرد، پنج اصل پرنسیپی را که جامعه اروپا تعیین کرده برای معامله با دولت طالبا. از این جمله اصل اول ایجاد یک حکومت همه شمول است، به عنوان معنی از او همه شمولی است که ملت افغانستان مردم خود دو ببینند، اقشار مختلف خود دو دولت ببینند، اقوام مختلف خود دو ببینه، جنس زن و مرد او خود ببینه و سازمان های سیاسی افغانستان یا بنیاد های سیاسی و مدنی افغانستان خود دو دولت ببینه. به نظر از او دولت طالبان دولت انحصاری بود، توضیح کرد که این دولت انحصاری نه تنها انحصاری بلکه خود دولت هم گروه حقانی دو اکثریت دارد. از او خاطر ای قابل قبول برای جامعه بینالمللی و اتحادیه اروپا نیست. اصل دوم را که توضیح داد ای بود که حفاظت از حقوق اساسی مردم افغانستان که در 20 سال گذشته به ای نائل شده مردم افغانستان. ای شرط دومش بود. شرط سوم ای که دولت طالبان یا حکومت طالبان به کسایی که خود را خطر میبینن اجازه، اگر وام میخواین از افغانستان خارج شوند، اجازه خروج را بدن. موضوع چهارم که او مطرح کرد این بود که مقابله با تروریسم است. ما میبینیم که در این قسمت طالبان بسیار ناکام هستند. همین دمی یک ماه گذشته، دو ماه گذشته، چهار حمله تروریستی صورت گرفته در مساجد، در هرات، در مقابل سفارت روسیه، در غرب کابل، در دشت برچی و ای بسیار هموطنان ما، مخصوصا دخترای معصوم مکتب ما که آینده کشور به وابستگی داره شهید شدن. و همچنان ما چند وقت پیش همه دنیا مشاهد بود که یکی از توریست های بین المللی در کابل مورد هدف امریکایی‌ها قرار گرفت و کشته شد، ایمان الزواهری. این خواهی نشان می‌دهد که این تعهدی را که طالبان در مقابل
جامعه بین‌المللی کردن تا حال انجام ندن یا قادر به انجام این نیستن. بله. موضوع پنجم که مطرح کرد موضوع این بود که کمک های بشردوستانه که به افغانستان صورت میگیره این را باید دولت طالبا همکاری کنن که به دست مردم مستحق برسه. یعنی به موساد بین‌المللی خیریه ای اجازه را بده که کمک ها را مستقیم از طریق شبکه های داخلی در داخل افغانستان به اساس مردم قرار بده. بله، همین صحبت ها را گفته نماینده ویژه اتحادی اروپا بر افغانستان، ولی با ادبیات متفاوت تر. فکر میکنین چقدر این صحبت ها عادلانه است در قبال افغانستان؟ کاملا عادلانه است. ما در این کنفرانسی که عرض کردم چند ماه پیش رفته بودیم و این آقا درو آمد و صحبت کرد، این مسائل کل افغان ها مطرح کردن. موضوع اساسی ایست که مردم افغانستان راضی نیستن از شرایط موجود در افغانستان. شرایط موجود در افغانستان بسیار ناگوار است، بحران اقتصادی وجود داره، بیکاری وجود داره و مخصوصا اقدامات طالبا به این بحران ها افزود تشدید ساخته این بحران را. مخصوصا نصف جامعه ما زن ها بیکار هستن یا از حق کار هم محروم شدن، از حق تحصیل هم محروم شدن. بله. یک سال است که مکاتب عالی بسته است. این خودش یک معضلی بزرگی است در افغانستان ایجاد شده. از این خاطر مردم افغانستان تقاضا دارن که دولت طالبا یا حاکمیت طالبا در مرحله اول همچنان جامعه بین‌المللی سریع تاکید میکنن که قبل از اینکه مشروعیت جهانی حاصل کنه باید مشروعیت ملی حاصل کنه. سبب اروپا، امریکا، اینها یک جنگ روانی را در قبال مردم افغانستان در پیش گرفته. اینا میگن اگر از آینک های واقع بینانه دیده شود به قضای افغانستان، وضعیت رو به بهبود میره و نسبت به دوران جمهوریت همه چیز بهتر است در افغانستان. برای مردم افغانستان ای که امریکا چی میگه، ای اروپا چی میگه، روسیه چی میگه، چین چی میگه، هیچ اهمیت نداره. برای مردم افغانستان آن چی با گوشت و پوست خود احساس میکنن اهمیت داره. چیزی که در جامعه خود میبینن همه داره. کشورهای امپریالیستی، کشورهای استعماری یا روابط خود با کشورها بر اساس منافع خود تنظیم میکنن. ما تابع منافع زو نیستیم. مردم افغانستان علاقمندی ندارن که منافع کشورهای خارجی را در نظر بگیرن. مردم افغانستان میخواهد دولتی که بالایش حکومت میکنه صلاحیت حکومت کرده نداشته باشه. یک حکومت وقت صلاحیت حکومت کردن داره که به مردم خود فراهم کنه. و مردم خود چی را فراهم کنه؟ شرایط زندگی را فراهم کنه، عدالت را فراهم کنه، امنیت را فراهم کنه، کار و زندگی را فراهم کنه. یک دولتی که خودش 50% نفوس یک مردم خود از حق کار محروم کنه، یک دولت، یک حکومتی که 50% نفوذ خود از حق تحصیل محروم کنه، او صلاحیت مشروعیت حکومتداری نداره. همچنان یک حکومتی که زمامدارای از او انکشاف علم مباح بپندارن، توزیع علم انکشاف از او را بین مردم مباح بپندارن، یا صلاحیت حکومت کردن ندارن. برای اینکه یا نمیتونن آینده درخشان برای ملت نوید بتن و فراهم کنن. ما آینده درخشان برای مردم ما که مردم در رفاه زندگی کنن با علم صورت میگیره، با دانش صورت میگیره، با تخنیک صورت میگیره، با ساینس صورت میگیره. من امروز خواندم در یکی از نشرات که در کنکور در پیشرس برای پوانتون ها برای دخترها فقط برای اینکه نرس شوند و معلم شوند اجازه چیز میتن، اشتراک میتن در کنکور. این صلاحیت حکومت نداره. این حق مردم است. این حق یک دختر است که کدام رشته رو میخونه. این چطور یک طالب، یک دولتی که او خود دولت مردم میگه، حکومت بالا یک ملت حکومت میکنه، خود صلاحیت میده که برای نصف نفوس کشور دو رشته اجازه میده که تو این کار میتونی کرده در غیر که نمیتونی کرده. این خودش مشروعیت حکومت سلب میده. بله، یعنی خب شما وضعیت را خوب نمیدانین. از طرف دیگه نماینده ویژه اتحادی اروپا در امور افغانستان راه حل وضعیت فعلی و مشروعیت دادن به امارت اسلامی و این گونه به رسمیت شناخته شدنش گره میزنه با ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان.
چرا فکر میکنین هنوز هم حکومت فراگیری که غربی ها توقع داره شکل نگرفته در افغانستان؟ ما تنها غربی ها نیست، این خود مردم افغانستان میخواه حکومت فراگیر باشه. مردم افغانستان میخواه که ملت خود در حکومت ببینه، که در از لحاظ قومی ببینه، از لحاظ زبانی خود ببینه، از لحاظ مذهبی خود ببینه، از لحاظ سمتی خود ببینه، همچنان تفکرهای مختلف سیاسی و اجتماعی اسرائیل ببینه. یعنی شما فکر میکنین که برای مردم افغانستان حکومت فعلی آینه تمام نما نیست، تمام مردم نمیتونه خودشان ببینه؟ چرا؟ دلیل چی هست؟ که آقای توماس نیکلسن در صحبتهایی که داشتیم در چند ماه پیش در بروکسل امیر در وقت هم تکرار کرد که این مهم نیست کدام شخص، کدام چهره ها می آید در حکومت شامل میشه. این مهم است که ملت قسم که شما گفتین مثل آینه خود را ببینند. و این از لحاظ جنسیتی، از لحاظ قومی باید چیز باشه، نماینده ملت افغانستان باشه، که این دولت نیست، این دولت انحصاری است. به این خاطر نمیتونه نمایندگی از ملت کنه. خالدی، خوب شما اگر نشست های حداقل یک ماه گذشته را که نشست های کلان بین المللی بوده بررسی بکنین، منظور ما از نشست که مجموعه عمومی سازمان ملل شکل گرفت، پس از اون نشست ژنو، نشست شورای امنیت و در اخیر هم صحبت های نماینده ویژه اتحادیه اروپا در قبال افغانستان، همه به یک نحو منفی است وقتی در مورد افغانستان صدا بلند میکنه. فکر میکنین این صداهای منفی چقدر ضرر میرسانه به امارت اسلامی در بحث به رسمیت شناخته شدن این حکومت؟ فوق العاده ضرر میرسانه، برای اینکه جامعه بین المللی گوش میکنه به می نتایج کنفرانس ها، می اجلاس و جلسات و غیره. چون در تمام جلسات اوضاع افغانستان دقیقا بررسی میکنن، قبل از اینکه جلسات شروع شود مطالعات صورت میگیره، راپورهای تهیه میشه، راپورهای عینی تهیه میشه که بین اعضای کنفرانس توضیح میشه، که در او همه اوضاع داخل افغانستان در او تحلیل میشه، ارزیابی میشه، بررسی میشه، و بعدا بر اساس از او صحبتات در او صورت میگیره و اعلامیه های صادر میشه. تمام این راپورها، تمام این بررسی ها منفی است متاسفانه در مورد اوضاع افغانستان. اوضاع افغانستان خراب است. از لحاظ اقتصادی ما خراب هستیم. این که حکومت طالبان از منابع خود مامورین خود معاش میده، این کامل موضوع بسیار مهم نیست. موضوع مهم است که ملت، جامعه 35 میلیون نفر در حالت 50% از او، بین 40 تا 50% از او در حالت فقر زندگی میکنه. این ناشی دولت و حکومت سابقه نیست، هرچی گناه رو بگردن از این نپتیم. این ناشی از این که فعلا مردم ما از کار روزگار ندارد. این خود تنها کار حکومتی خود مطرح نیست که شما در حکومت و مامورین دولت به سر کار خود میره. این که شما معلم های سابقه را که حالا ویدخانی خود هستن معاش نمیتین، یا مامورین دولت خانم هایی که رخصت کنی خانه رفتن معاش میتن در خانه، این خود کدام کار مهمی نیست. کار بعد این خود دوامدار نیست، این خود نمیتونه به صورت دوامدار ادامه پیدا کنه، این خود موقتی است. این با این کار به هیچ جایی ما نمیرسیم. اقتصاد افغانستان در مجموع خراب است، سیستم بانکداری ما در حالت فلج است، تاجر ما به خدمات بانکی دسترسی نداره، تاجر ما قالین خود میبره در پاکستان، از طریق پاکستان برام قالین پاکستانی صادر میکنه، جلغوزی ما به پاکستان میره، از طریق پاکستان صادر میشه. ما این وابستگی ما به پاکستان 10 برابر بیشتر شده از سابق کرده. ما با کشورهای همسایه، با کشورهای تجارت نداریم، تجارت بسیار خراب شده وزش. ما به این خاطر بیکاری هم زیاد است، مردم گفتم انیس افغانستان در حالت فقر زندگی میکنه، کمک های بشر دوستانه خارجی اگر نباشه مردم ما این حکومت تاوال وقت پاچه پاچه کردن. اما خوبی کمک های بشر دوستانه فکر نمیکنین که کارساز نیست با توجه به فقری که وجود داره؟ چیزی که جامعه جهانی میگه، خب اونا میگن که 97% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنن، ولی در یک سال گذشته بیشتر از $1 میلیارد کمک کرده، کمک بشری. نه نه، $1 میلیارد کمک نکردن، ولی 97% هم کسی نگفته که داره فقر زندگی میکنه. شما اگه گزارش های سازمان ملل رو بخونین بیشتر به صراحت گفته.
نه خب هر کس گفته ایلش اتفاق گفته 97% در افغانستان در حالت فقر زندگی نمیکنه. من خودم اقتصاددان هستم، من خودم دموگراف هستم، این یار میتونم ارزیابی کنم. ضرور نیست که خارجی برای من بگه که چقدر فقر زندگی میکنه. نه خب بیشتر از همه شما باور دارین با اون چه خارجی ها میگن در قبال وضعیت افغانستان؟ ما با چیزایی که خود ما میبینیم، چیزایی که از افغانستان گزارش های میرسه، این باور داریم. ما به این باور داریم که در کسب و کار در افغانستان وضعش خراب است. ما این کمک های خارجی خب مثل بند اید است، مثل پلستر میکنی یک زخمه. این خرای حل احیای اقتصاد افغانستان نیست. احیای اقتصاد افغانستان به سرمایه گذاری ضرورت داره، به پروژه های بزرگ ضرورت داره، به آزادی تجارت خارجی ضرورت داره، به انکشاف تجارت خارجی ضرورت داره، به 60% اقتصاد افغانستان به زراعت بستگی داره، این زراعت به کود کیمیایی ضرورت داره، این زراعت به کمک های کریدیتی ضرورت داره، به بسیار به انکشاف ضرورت داره. این کارار دولت طالبان قابلیت انجامش ندارن، چون خود تجرید کردن از جامعه جهانی، وقتی خود تجرید کرده باشین از جامعه جهانی، شما ندارین دسترسی به خدماتی که در سطح جهانی، در سطح منطقه فراهم میشه و ضروری است برای انکشاف اقتصاد افغانستان. ما همی درست است که گناه امریکاست که یک هزار میلیون دلار افغانستان چیز کرده، منجمد کرده. این او سرای حقش نیست، این باید به ملت افغانستان برگرده. اما یا پول دولت طالبانی، این پول بانک های افغانستان است، پول پشتوانه های بانکی افغانستان است. ما همه در این قسمت شب روز کار میکنیم که جامعه جهانی را متقاعد کنیم که این پولا را طرز العمل ایجاد شود که دوباره به بانک های افغانستان منتقل شود. خب آقای خالدی، من میخوام شما در مورد سیاستی که غرب در قبال افغانستان در پیش گرفته صحبت بکنین. شاهد هستین که در روزهای گذشته سرپرست ریاست عمومی استخبارات امارات اسلامی با معاون CIA دیدار کرده در قطر، و پیش از او هم خب نماینده ویژه اتحادیه اروپا آمد به کابل و حالا هم همین موارد را که سرش بحث کردیم در توییترش بیان کرده. فکر میکنین یک تغییر کلی آمده در سیاست غرب در قبال افغانستان؟ نه خیر، کم تغییر کلی من نمیگم. این ادامه اون تماس هایی که قبلا جریان داشت، این تماس ها بعد از حادثه حمله بالای ارزواهری در کابل متوقف شده بود، توسط امریکا دوباره اثر گرفته شد. اما خب شما حتما صحبت های نماینده ویژه اتحادیه اروپا را خواندین در توییترش، اونا گفته که طرفدار تعامل با امارت اسلامی است جدا از موضوع به رسمیت شناخته شدن این حکومت. بله، این موضوع تازه نیست، این من قبلا براتون عرض کردم. 5 ماه پیش ما در بروکسل وقتی همراه همی آقای توماس نیکلسن صحبت میکردیم، این مطرح بود. ما خود ما همی تمام افغانایی که در کنفرانس اشتراک داشتن از آقای توماس نیکلسن و اتحادیه اروپا تقاضا کردن شما درهای تعامل با حکومت طالبان، حکومت طالبان بسته نکنید. درست، در وضعیتی که افغانای ما هستن، باشه چی میخواستم بگم، یک قشری از افغانای ما هستن که خود تا افغانم نمیگن، در خارج خود افغان نمیگن، یا طرفدار هیچ گونه معامله یا تعامل با طالبان نیستن که در امون کنفرانس هم این مطرح شد. اما او یک اقلیت هست، اما اکثریت مردم افغانستان به دنیا ایره میگه که شما با طالبان تعامل کنین به شکلی که این تعامل به نفع ملت افغانستان باشد. بله، به شکلی که ما دولت طالبان را به اصطلاح مجبور ساخته شود از راه های مختلف، از راه های تشویق، از لحاظ فشار سیاسی، از لحاظ سایر اهرم های فشار یا اهرم های تشویق، یا در افغانستان در امون 5 سایی که من قبلا نام گرفتم، یا مصدر چیز شوند، در راه درست را قدم بردارن. طالبان یک تعهدی با دنیا کرده بودن، این تعهد در توافقنامه دوحه با امریکا امضا شده و این طرف ملل متحد به تصویب رسیده، شورای امنیتی را تصویب کرده. و تعهد طالبایی بود که خب
تمام توافقنامه دو موضوع اساسی داره. یکی که امریکا خارج میشه از افغانستان، دوم طالبان با جوانب افغانی میشینن مذاکره میکنن، یک نقشه راه حل بر حل سیاسی افغانستان پیدا میکنن. حال درست مسئله توافقنامه مسئله بزرگی است آقای خالدی، ما میخوایم شما به عنوان جنبندی بگوین چی باید بکنه طرف ها برای حالی که از این وضعیت عبور بکنه افغانستان. برای اینکه طالبا همین تعهد خود قبول نکرده، انجام نداده، یا با طرف های افغانی به نتیجه نرسیدن، نششتن، نقشه راه حل مطرح نکردن که می افغانستان مازیش چه قسم حل کنن، یا به زور گرفتن دولت افغانستان. درست، حال راه حل شما چی نمیبینه؟ در مقابل جامعه بین المللی داره یا قرضدار هستن؟ یعنی با باور شما یک تعهد شکنی صورت گرفته، راه حل چی رو میبینین؟ چی باید شوه؟ راه حل من این میبینم که ما هر وقت میگیم ماهی را دو بگیریم تازه است. ما امیال میتونیم و پیشنهاد شخص من نیست که من امروز در صفحه فیسبوک خدا میرم مطرح کرد که ما امی پروسه را از جایی که ساقط شده اثر بگیریم. ما امی طالبا بشینند با دیگر گروه های افغانی بله. که با وطن متحد هستند وطن. ما منظور ما او چار تگ و تارکلای حکومت سابقه نیست که او اداره میکند، منظور ملت افغانی بله. با یا بشینند راه حل سیاسی پیدا. لطفاً به چینل ما مشترک شوید.